بینندگان عزیز، فردا روز سوم هود است. 11 سال قبل در چنین روز مردم شهر کابل در جاده ها و کوچه ها با فریاد الله اکبر به پا برخاستند و علی قشون روس و رژیم دستنشانده شوروی مبارزه را آغاز کردند. در این روز زن و مرد، پیر و جوان با سنگ و چوب برا افتادند تا نخستین نبرد را علی روس ها و پاسداران بیرم ایشان در شهر کابل برا اندازند. بسا از خواران و برادران ما در این روز به شهادت رسیدند و نقطه عطف در تاریخ فردای ما ایجاد کردند. هرگز آسان نبود این مبارزه. مردم بدون سلاح گرم در برابر تانک و توپ و هزاران مرمی استادند. از سپیده صبح تا شامگاه آزادگان با دشمنان آزادی در نبرد بودند و در سنگر وطن از آزادی دفاع می کردند. می توان این روز را پیشتاز مبارزات بعدی مردم علیه قوای روس شمار کرد. روز سیوم هود 1358 در شهر کابل، در دیهات و قریه های کابل، روسا و پاسدارانشان ده ها نفر را هدف تیر قرار دادند و به شهادت رسانیدند. همه جا آتش بود و غریو. نالای آزاد مردان دلاور و خواران شایسته و رشید ما تا هنگامه های شب بلند بود. آنان از خون خود، از قربانی خود، حماسه جاویدان بجا گذاشتند. بسا از شما که اکنون آواز ما را میشنوید در این مبارزه شریک بوده اید. بسا از شما عزیزان خود را در این روز به خاطر دفاع از وطن و از آزادی از دست داده اید. این انگامه جاویدان را ما برای شادی روی آنان به یاد می آوریم. سپیده تاریخ فردا نیز از رزم‌آوران دلیر ما که در شهرها، کوها و دره‌ها جنگیدن یاد خواهد کرد. هنوز این مبارزه دوام دارد. هنوز قیام مردم ما خاموش نشده است. هنوز آزاد مردان ما تفنگ در دست می جنگند و پاسداران روس را ببخشید تا آخرین آثار شوم بیگانگان را برچینند و پاسداران روس را از وطن ناپدید سازند. بیایید برای فردای فروزان وطن خود دعا کنیم، برای روزی که در دیار غربت با آغوش وطن باز کردیم. پیر و جوان، زن و مرد، همراه با آزاد مردان فاتح خود تلاش برای نوسازی وطن را آغاز کنیم.